دا افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ونی کیله د سپینو خبرو خبرونه ته ښه راغلاست. امریکا له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره جګړه پریږدي او د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي دي د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلېدل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي، چې ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا وویل چې پاکستان او امریکا کولی شي افغانستان سولې سره مرسته وکړي. غواړو همدا موضوع له خپل درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. له موږ سره په خبرونه کې مېلمانه دي ستانګل شیرزاد د افغان ملت ګوند مشر، سخی منیر د سیاسي چارو کارپو، همدارنګه ډاکټر کمال ساده د افغانستان د آزادو مبصرینو ټولنې مشر هم را سره دی چې د خبرونې تر وروستۍ شېبې به له موږ سره یوځای شي. خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که تاسو خپل ارزونه ووایاست چې له طالبانو سره او د افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، دا کولی شي افغانستان ته سوله راولي او د سولې هدف تعقیب کړي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا د افغاني تلویزیون لیدونکو کارکوونکو محترم میلمه او تاسو ټولو ته خپل احترامات تقدیموم. داسې ده چې نن سبا خو تاسو په دې پوهیږئ چې متحده ایالات په دنیا کې یو لوی قوت او قدرت دی او دا د دنیا په پیښو کې یو مهم او اساسي رول لوبولی شي. داسې نه شو ویلی چې دوی وغواړي مطلق به دا سوله منځته راولي او سوله به ډېر زر منځته راوستی شي، خو متحده ایالات چې په رښتیا وغواړي او خپل کوششونو ته ادامه ورکړي، د دوی د کوششونو په نتیجه کې کیدلی شي چې د سولې سره د دوی کوششونه ډېره مرسته او همکاري وکړي. مثلا کوم هیوادونه چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري لکه پاکستان، لکه سعودي عربستان یا ځینې یو شمېر نور هیوادونه دي په عربي نړۍ کې چې د طالبانو لاقل طالبانو سره ښه روابط لري، او متحده ایالات بیا دغه هیوادونه متحده ایالاتو سره هم ښه روابط لري، او نه یوازې چې ښه روابط لري، د ځینو هیوادونو سره قوي مالي مرستې کوي، حتی د هغوی ځینې پروژې دي متحده ایالاتو په مرستو باندې ولاړې دي. مثلا پاکستان دا اوس هم د پاکستان زیات برخه په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتو له تمویلېږي، خصوصا په دې نظامي باش کې په نظامي قوتونو سره د هغوی مرستې د امنیت په تامین کې یوه سره متحده ایالات همکاري کوي. نو هغه کولی شي چې په دغه هیوادونو باندې فشار واچوي چې تر څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغان ولسمشر فشار باید دې شو چې دوی بالاخره دا څرګندونې وکړي او طالبان نه غواړي چې له افغان حکومت سره وغږېږي، که نه بل لامل و امکان لري چې یو څه خو پکې د افغان ولسمشر د کرزي صاحب دغه موقف هم تاثیر کړی وي، خو موږ داسې نه شو ویلی چې مطلق د کرزي صاحب دغه موقف به دا ټول کارونه د همدې پورې تړلي وبولو، ځکه چې امریکایان پخوان هم دلته نړیواله ټولنه پخوان هم دلته په همدغه باش کې فعاله وه، جګړې کړې دي، په میلیاردو ډالر یې مصرف کړي دي، خپل په زرونو ځوانان له منځ کې تللي دي، غواړي او باید وی غواړي چې دلته سوله منځته راشي، ځکه د دلته د سولې نه منځته نه راتګ که دغه ځان امریکا وځي او سوله منځته را نه وي راغلې یا منځته را نه شي، معنا دا چې امریکې ماتې وخوړله، او زما په عقیده باندې چې امریکا به دا شی ونه زمي چې په دنیا په یو باش کې د یو وړکي قوت په مقابل کې ماتې وخوري. یعنې واقعا دغه غوښتنه کېږي د حقیقت لپاره، د افغانستان د سولې لپاره، که نه د دې تر شا به نور اغراض هم موجود وي. د چا د خوانه؟ د امریکا له خوانه چې له طالبانو غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. نو اول خو باید زما په عقیده د یو منطق په اساس هم امریکا باید وغواړي چې دلته سوله منځته راشي. ګوره اول دا هلته په امریکا کې دوه ګونده دي، یو دیموکرات ګوند یو جمهوري خوا. جمهوري خوا هڅه کوي چې دیموکرات ګوند باید هغه کې ده ډسکریډیت کړي. که چېرته اوباما د افغانستان په مسله کې یو قوي لاسته راوړنه ونه لري او د دوی دوره پای ته رسیږي، نو بې انده دپاره په امریکا کې دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکوي. یو دا ده چې د خپل خلکو ملاتړ د لاسه ورنه کړي، هم به سوله وغواړي. دویم دا ده چې دلته دوی عملا جنګېدلي دي، لس کاله جنګېدلي دي، مصارف یې کړي، په میلیاردو تاوانونه یې کړي دي، ځوانان له منځه تللي دي، نو باید لا اقل د خپل ملت لپاره خو یو لاسته راوړنه وغواړي. البته دې کې به د کرزي صاحب فشار هم بې تاثیره نه وي چې هغه دغه تاثیر فشار چا اچولی دی چې امریکا، موږ داسې نه شو ویلی چې امریکا نه غواړي، خو چې باید لږ زیات باید فعاله شي، باید خپل کوششونه باید په دې باش کې زیات دغه کې ده. او بل هغه اساسي هیوادونه چې دغه جنګ ته امکانات برابروي، په دوی باندې باید امریکا فشار واچوي، هر رنګه فشار چې اچولی شي، مالي فشار، سیاسي فشار،
دا داس باید اندس نشول چې نظامی فشار دیو واچي خو باید دا هوادونه دته مجبور کی چې طالبان دته وهڅوي چې خبرو سره کینی او د افغانستان کې دغه ودا غمیزه چې د زرون افغانانو او د سر په قیمت او د نړیوالو ټولنې د سر په قیمت تر اوسه پورې تمام شوی ده د دې نه باید نور لاس واخیستل شي مننه ښاغلی منیر ستاسو ارزونه هم غواړم په همدې ټکو ولرم چې یو وار بیا امریکا له طالبانو وغوښتل افغان حکومت ډېره غوښتنه کوله این بار امریکا هم خواست آیا غرض موجود است یا نه واقعا میخواهد که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود بسم الله الرحمن الرحیم اول خو عرض ادب به جناب شهزاد صاحب شما و همکارای تخنیکی شما و بینندگان عزیز شما موضوع صلح در افغانستان با طالبان را باید از خطوط مختلف مورد ارزیابی قرار داد با وجودی که نطاق کاخ سفید آنچی را که گفته از واژه ها معلوم میشه که یک خواست سیاسی هست ولی در صلح افغانستان چند مسئله بسیار مهم است یکی مسائل استراتژیک که امریکا به اساس استراتژی در از مدتی که در منطقه داره و 13 سال است که مبنی بر یک استراتژی تدوین شده کار کرده خواستار هزی هست که امو استراتژی پیاده شود مسئله دوم مسئله روابط است در منطقه و فرا منطقه کشورهایی هستند که با طالبان روابط عمیق دارند خطوط تحرکات طالبان از طریق مالی و از طریق استخباراتی تأمین میکنند و اینا واضح است که در جهت منافع خود صلح را بر افغانستان میخواهند خطوط سیوم عبارت از پروژه است اگر به واقعیت ها برگردیم طالبان بخشش یک پروژه بوده این پروژه توسط انگلیس و پاکستان بنا نهاده شده و من حیث هفزار هم امریکایی ها هم انگلیس ها هم پاکستانی ها به خاطر اهداف منطقه‌ای و اهداف جهانی خود از این استفاده کرده حال وقت موضوع صلح یک بار در میان میاید ما در بسیار رسانه های مسئله را گفتم اگر تکرار حسنش فکر میکنم لازم است کلید صلح که قفل امنیت ملی را و قفل آرامش را باز کنیم به دست افغان است ولی نمراتی که کلید باز کنیم به دست امریکایی ها و پاکستانی ها و کشورهایی که در منطقه قرار دارن هست وقتی شما از بیانیه کاخ سفید و امریکا یاد کردین ببینین خود از این نمایندگی از این میکنم که نمره های صلح به دست خارجی ها هست و این موضوعی را که بعض وقت رئیس جمهور افغانستان ذکر میکنم این گپ حقیقت دارد این پدیده طالبانی را که به وجود آورده حال تصمیم گرفته که از بینش ببره یا نه ما پیشتر گفتم که از نظر استراتژیک و از نظر پروژوی اگر منفعتشان به منفعت استراتژیک و پروژویشان منتهی شود واضح است که بله اما ببینید صلح با کی؟ با کدام طالبان؟ با طالبانی که دیروز به حیث پروژه توسط آیسای و من حیث افزار به وجود آمدن؟ با طالبانی که روابط عمیق با القاعده دارند؟ با بخشی از طالبانی که در فهرست سیای امریکا مانند شبکه حقانی راجستر شده یا با کدام طالبان با شورای کویته با شورای میرانشهر یا کسانی که در وزیرستان شمالی مستقر هستند پس پدیده صلح یک پدیده بسیار پیچیده مغلق و پدیده غامض است و در اینجا کاش که در این میز یکی از اعضای شورای عالی صلح را که افغانستان ایجاد کرده می بود که به از نظر هزو همی انعکاس یا همی عکس العمل امریکا که گفته شده چی هست؟ دو نقطه را ما اشاره میکنم آقای رئیس جمهور اشاره میکنه که با صلح افغانستان پاکستان و امریکا کمک کرده میتون فارین پالیسی امروز یک مقاله را نشر کرده که شبکه حقانی باید در لیست سیاه نمی بود
تمیل کنندش هدفش پاکستان با در لیست سیامی بود. الدیابی شما را میخوایم داشته باشیم. ولی گفتگو با کی؟ بالاخره با پاکستان یا نه با گروهای را که ایجاد کرده؟ واقعیت همیریز وقت شما با جغرافیای مخالفین مسلح افغانستان پی ببرین، اینا کلشان در یک سرزمین به نام پاکستان جا به جا هستن، آموزش میگیرن، تسلیم میشن، تجهیز میشن. اما ای که کیا که از یا کمک میکند، واضح است که خارج از پاکستان کشورهای فرامنطقه که از یا کمک میکند. کیا بر از یا استراتیجی میده، واضح است که کشورهای استخبارات منطقه و استخبارات فرامنطقه بر از اینا رژیم تحرکات نظامی و انتحاری را میدهد. آنچه که شما از مقاله گفتین، واقعیت همین امی است که پاکستان مخصوصاً های سایه و نظامیان پاکستان کشورهای منطقه میتونه که زمینه را برای صلح در افغانستان مساعد بسازه، یعنی نمرات باز کنه. اما یک چیز فراموش نکنیم که ما در گروه مخالف مسلح تا 11 سال، 12 سال یا 13 سال یک تعداد افراد و یک تعداد شهروندان افغانستان که از عملکردهای حکومت و دولت افغانستان ناراض بودند، اینا یگانه جایگاه و یگانه بستر آرامش خود طالبان یافتند که یک بحث حلایده است و در اینجا حکومت مسئول است و حکومت باید چنان برخورد کنه که اینا را به اصطلاح بیاره و از جنگ نیابتی اینا را نجات بده و برنامه‌ای داشته باشه که متاسفانه تا حال هیچ گونه برنامه عملی و برنامه‌ای که دقت لازمه داشته باشه نشده پیاده. ببینید در مورد امی زندانیای سیاسی که آزاد میشه، یکی از افراد بسیار مشخص طالبان به نام ملا ذکر الله امیال رفته بعد از آزاد شدن از زندان در صف بسیار قوی قمندان طالبان اونجا سنگر انداخته و علی دولت افغانستان و علی مردم افغانستان و علی شهروندان بیچاره مرد، زن، کودک و کهنسال افغانستان به حملات انتحاری میپردازد. معنای از این گپ چی است؟ که صلح افغانستان یک بود عمیق داخلی داره که مربوط به دولت افغانستان میشه و یک بود بسیار زخامت استخباراتی و خارجی داره که مربوط به خارجی ها میشه. اما طالبان همیشه در مورد مذاکره با دولت افغانستان حاضر نشدن و در پشت پرده، البته ملاقات های پنهانی صورت گرفته، در دبی چند روز پیشتر نشستا به ارتباط طالبان صورت گرفت، قطر موضوعش به او شکل شد. اما ما فکر میکنم که امریکایی‌ها در این تو شرایط خواستن که یک بار دیگه هم به جامعه افغانستان هم به جامعه امریکایی بگوین که ما حاضر هستیم در تامین یا فرام آوری شرایط صلح به افغانستان همکاری میکنن. تشکر. که اگر بکنن همکاری واقعا میتونن همکاری. تشکر. خبر شرکت استاد ورزونم غواړم واقعا در دردمن لار د استاد ورزونه څه ده چې د افغانستان د دې ستونزو یا د دې کشالی حل لار پام دی کده چې خبري وشي که څنګه؟ هو زما په کده باندې جنگ دی حل لار نه ده. افغانستان یو اسی پذیر هیواد دی، منګه د شرقي ګاونډي پاکستان سره 2000 کیلومترو نه زیات سرحد لرو، هغه ټوله غرنۍ سیمه ده. همدارنګه د غربي هیواد ایران سره تقریبا 1000 کیلومترو په شاوخوا کې مونږ سرحد لرو. دغه ټول سرحداتو ساتل دا ډېر یو مشکل کار دی. لږ خلک هم چې منظم تربیه شي او ټریننګ شي په افغانستان کې تخریب کولی شي. تخریب انسان او ساده خبره ده. او دویمه خبره دا ده که د خبرو د لارې مسله حلیږي چې یو افغان هم وژل کېږي، مونږ هغه یو افغان ته چې نجات ورکړو دا به هم غنیمت وي. نو زما په عقیده باندې د حل لاره چې ده سیاسي حل زه غوره ګڼم او جنګ د حل لاره نه ده. هېڅکله طالبان دا توان نشي پیدا کولی چې د افغان دغه حکومت او نظام په زور چپه کړي. دا کار اوس هغه وخت مرحله نه ده. افغانستان کې اوس په نسبي لحاظ باندې یو نظام موجود دی، امنیتي قواوې 2.5 لک په شاوخوا کې امنیتي قواوې موجودې دي، نړیوال ملاتړ لري. بل د په هغه وخت په لومړی وخت کې چې طالبان منځ ته راغلل چا د ملمتحد عسکر ګڼله
او چا دی پخوانی پاچا پاوز بللو خو چا پیوان اما پا بل اما پا افغانستان که کورنی جگره و دی تنظیمونو ترمن سخت جگره و طالبان تا خلکو دیر و میدواری لرلا او کلک ملاتر و سر موجود و خلکو سلامکاری که ولا وست دی طالبانو اغا پخوانی ملاتر پا دی خلکو که نیشتا ده خصوصا پا زنی سیمو که شدید مخالفتون و سر موجود دی چی پا حس کمت نازرگی چی پا اغا سیمو که دی طالبانو حکیمیت دی خلکو منی نو فرزن اول خدا کار ممکن نده چی طالبان دی پا زور دا نظام چپا کی کفت چپن کی نو دا جنگ بسل کال دوام وکی خو طالبانو پا افغانستان کی حکومت جور نکلی شی پا دغ واقعتونو بانی با طالبان هم پوی شی او بل داده چی وز دیگه وقت دور تیر شده دی پا یشتمه پیده که دی یو چوک پا زور بانده پا خلکو بانده حکومت وکی دا کمونستانو پا نونسمه پیده که پا شلمه پیده که دا کارونه او که پا یوزبی حکومت پا زوری پا خلکو حکومتو نکول انجام تیشول اغا شوروی تیاد چی لور دنیای پا خیطه که پراته و تیشول داغا تک یوزبی بدان او داغا پا یو حز بانده اکیده لرل او پا زور پا خلکو حکومت کول انجامی آغاز شو هیچ چوکم پا دیگه آثار که نی نری ملاتر که او نی دا افغانستان خلق دید پار آزر دی نی دا افغانستان خلق پایی پایی که خزا دی خپل حقوقونه دفاع که زوان دی خپل حقوقونه دفاع که سپنگیر پر که بایی کم اشاره دی؟ اما چه سیاسی حل بای طالبان پا دیگه واقعیت پوشی چه وزیری لار سیاسی حل ده دی خبرو لار ده و ایده که نبایی دی افغانستان حکومت تبلیغاتی استفاده وکی نه به امریکا تا تبلیغات استفاده کی نه تنها پاکستان او طالبان یعنی طالبان سره خبری وشی کنه د دوی تمیلون کو سره پاکستان سره خبری وشی زما پاکستان دوا سره ګوره کته مستقیما پاکستان ته وچ زړه خبره صفتا سره کوم پاکستان اکر نه د کټ نظریږي به معنا دا شو چې د 2019 کال د سپتمبر په کې پاکستان کړي او د هغه تر رمنه پورې چې څلور زره امریکا نړیوال ټولنې اسکر مړي دا زموري پاکستان په غاړه شو په میلیاردو روپۍ چې د جهان مصرف شوي دا د پاکستان په غاړه څومره افغانان چې وژل شوي دا ټوله زمري د پاکستان په غاړه شوله په داسې حال کې چې پاکستان ورته دلیل څه لري موږ یې پوروړي وو کوم قرض ورباندې کوم پاکستان ته کوم تکلیف رسولی وو نو په هېڅ کله په سره له دې چې د دې ټولې پروژې تر شا پاکستان ولاړ دی خو پاکستان هېڅکله دا زمري په غاړه نه اخلي پاکستان به تاسو ته شي چې دوی ته پاکستان سره خبره کې چې هغه تشویق کې امریکایان چې ورونه دغه خلک دي ته تک اکمالیه کوي اکمالیه خو ستا په خاوره کې خوسیږي که نه دا دوی چې خپله وایي چې موږ د القاعدې په جګړه کې در نیم سوه کسان نیولي او امریکې ته سپارلي او ګونترامو کې ژوند کوي خو یې پاکستان کې نیولي که نه نو ستا په خاوره کې خوسیږي که نه دغه تېره ورځ چې د حقاني زوی په اسلام آباد کې وویشتل شو خو پاکستان کې وویشتل شو دیری په مرکز کې وشتل شو نو دا خو ته چې ورسته په خارو کې غوسی وزیرستان کې غوسی دغه دې ایجنسی کې غوسی نو چې غوسی کې ته دې څه چاره کې نړۍ ته به جواب وي ته د توریزم همې که مخالف یې څه کول غواړې او لاقل اوس دا مخالفت یې پرېږدې خو دغه خبره په خبرو حل شي ته په طالبانو باندې معاثر یې طالبان یوازینی کله چې طالبان حکومت و دوه درې هیوادونو طالبان حکومت په رسمیت پېژندلی و چې یو پکې پاکستان و پاکستان سره ښه روابط لري هلته پاکستان کې ځینې ډلې دي چې طالبانو سره ډېر ښه روابط لري حتی اکثر طالبان د هغوی شاګردان دي کولی چې د هغوی په وساطه د هغوی په منځګړتوب یعنې مختلف داسې لارې البته د افغانستان حکومت هم داسې سیاسي حل لاره پیشنهاد کړي چې هغه په عدالت باندې هم ولاړه وي او په واقعیتونو باندې هم ولاړه وي چې طالبانو دپاره هم هغوی هم پکې خپل هغه ګټې یا لاکل خپل تحفظ سیاسي تحفظ او خپل فزیکي تحفظ باید پکې وویني په سیاسي ریالیزم ولاړ په عدالت ولاړ یو سیاسي حل پوره او امریکا تر شا ښه کلک هغه وکړي ده مننه آقای منیر ردیابی شما را میخوایم داشته باشم وقتی اشاره میشه که طالب امریکا و پاکستان ایجاد کرده و طالب میتونه ای توانه داره که خواست امریکا را رد بکنه یا نه
مخ بیشتر بر شما گفتم که بخش از این پروژه توسط انگلیس و پاکستان بنا نهاده شده و از ایست که مطیع هزی هستن و با کمک های هزی هستن، ولی آنچه که از لو حوزا و رویدادها در منطقه و افغانستان و ویداسی است که سکه جنگ حال زنگ زده شده، یعنی شرایط برای آمدن یک صلح آماده هست. مسئله دوم، کش سکه جنگ باعث یک سلسله اوضاعی بسیار خطیر برای خود پاکستان شده و بخش دیگه کش سکه جنگ باعث از این گردیده که تعداد برخلاف ضربات کوبنده‌ای که امریکا بر پیکر القاعده وارد کرده، القاعده مدفون نشده، القاعده روز بر روز توسعه یافته، انکشاف یافته و جامعه جهانی در اراس توسعه القاعده در نه تنها در منطقه بلکه در تمام کره زمین به تشویش افتیده. از این خاطر جامعه جهانی هم میخواهد که مسئله صلح در افغانستان با وجود بیاد. اما کدام صلح؟ مردم افغانستان صلح ملی میخواهند. مردم افغانستان هیچ وقت در پرتو صلح استراتژیک با آرامش دائمی نمیرسند. مردم افغانستان در پرتو صلح سیاسی هیچ وقت نمیتونن با آرزوهای خود برسن و از صفحه سیده جنگ و بدبختی ختم شود. مردم افغانستان صلح مقالوی یا پنهانی را بنابر سازش ها نمیخواهن و مردم افغانستان صلح مقطعی را نمیخواهن. حالا مشکل عزیز است آنچه که امروز از رسانه های امریکا نشر شد و بعض از رسانه های چاپی در زمینه تبصره کرده، اویی است که شما اخیراً بعد از اینکه پیمان استراتژیک یک بخشش قرارداد امنیتی دفاعی است با بنبست مواجه شده بود، هر روز بخش سیاست مداران و نظامیان و صاحب نظران غرب میگفتند که اگر امی سند امنیتی امضا نشه افغانستان یک بار دیگه به کام طالبانیزم فرو میرود، افغانستان یک بار دیگه به شرایط 10 سال پیشتر و 13 سال پیشتر میگردد، افغانستان یک بار دیگه تروریسم قرط میکنیشه. حالی که این شکل نظر در واقع نوعی از تبلیغ بود که از نظر روانی طالبان تقویت کرد. ما شما شاهد بدیم که درست پیشتر در یک مرکز دیپلماتیک و حساس افغانستان تانستن که بیاین و یک میمانخانه را تحت فشار قرار بدن و بسیاری از چهره‌های عمده خارجی و افغانی را به اصطلاح به کام مرگ ببرند. دو نکته را من اشاره میکنم. روابط امریکا با طالبان، پایگاه ها یا محله های نظامی خارجی ها در بین کشتزارهای کوکنار، در بین مواد مخدر و نکته دیگه پروسه قطر و 100 میلیون دلار سپردن به طالب، این خودش نشان نمیده که بالاخره طالب نمیتونه گفتگو خواست امریکا را رد بکنه یا نه؟ واضح است که ما بخشی را که مربوط به یک پروژه است، طالب ابزار است، طالب من حیث وسیله استفاده میشه، خود گواه و شواهد هست که قمانده را طالب از کجا میگیره. ولی یک چیز فراموش نکنیم که ما طالبی که دیروز داشتیم با نسلی که تا 13 سال به دور طالب جمع شدن، یعنی نسل جوان طالب، از نظر تفکر و از نظر برداشت ها با اینا فرق دارند و تا کسایی که از عدم به اصطلاح مدیریت و از عدم حکومتداری بد در از نقاط مختلف به طالب پیوسته، ای هم فرق داره با طالب ایدئولوژیک و با طالب پروژه افزاری. از این خاطر صلح افغانستان پیچیده است. در این شک نیست که طالب برخلاف یک تعداد کسایی که نظر میتن که اگر حرکت خود جوش بود، من مخالف هستم، طالب ساخت ساز پروژویش طرف توسط ISI با حمایت از استخبارات انگلیس صورت گرفته و یک پروژه دوامدار برای اهداف مشخص و برای منافع مشخص و برای پیدا کردن استراتژی های مشخص صورت گرفته. اما چند عنصر را که پیشتر برای شما ذکر کردم که در همین جریان چیزهای دیگه را
اتاقای مخصوص تحقیقاتی و پژوهشی امریکا فکر میکنه که چقدر خطر برای جهان تولید کرده و نشو نموی القاعده به کجا رسیده. از این خاطر این دو استخبارات که شما اشاره داشتین آیس های و ام آی سیکس طالب نخواستن واقعیت نخواستن از طالب که دیگه جنگ بس کنه؟ نه، اینا واقعیت به خاطر نخواستن که اینا در پشت عظمی پروژه اهداف منفعتی و اهداف دراز مدت خود داره. شما پیشتر از مواد مخدر ذکر کردید، ببینید دمو جاهایی که نیروهای خارجی هست، دمو جاهایی که پادگانهای خارجی هست، کارزار تولید مواد مخدر و سرعت و توسعه کار مافیایی بسیار رونق بیشتر دارد. در این شک نیست که دیقان افغانستان، نه شاید 1% به جیب دیقان افغانستان حاصل همچون یک پدیده سیاه و آفت سیاه به جیبشان بره، ولی بخشی از مافیای داخلی شرکت دارن و بخش بزرگ از این به خارج میرن، از این استفاده میشه و به منظور امی استراتژی نابودی و معو طالب که از در افغانستان به خاطر تامین سل سراسری و ملی نخواسته و این رسیدن به این هدف کار ساده و بسیط نیست. تشکر. خغلی شیرزاد، تا دو پیخی چه پا کابل که وشوی یا پا یکتود که و بلا پا دیرک برخان که و روست لده امریکا و گوختل دا پیخی و غندلی خویی گوختل چه دوی لعوان حکومت سر خبری وکی لده سر دل سر واقعا دوی غاری خبری وکی یا ندام یا چال و فریب دی دست دیگه چه داگه پیخی چه وش ولی خو امریکان هم مجبوری که چه دا دوی پا هر مقام کیوی بید خبر تو بسرکی نی خدا پیکی خو بیام تکرار دیش بیام تکرار دیش بیام تکرار دیش نو که پا جنگ باندی دیدی مخانی ول که دلی لس کالا تقریبا دا جگره دوام وکی باید دوست آقا پیکی پا کابل که نویشه بی چون پا جگره باندی تروس پوری دی مخا و نینی ول شوالا نو بیا دلار بل بدل چشه دی بل بدل خبری دی سوری تا که نستل دی البتا پا سوری که با یو چه بدی مخالیف حکم خبر منی او چه بدی حکومت منل کیگی خو دلتا باید د خلکو په مجموع کې د خلکو حقوق هم په نظر کې ونیول شي، د خلکو په حقوقو باندې باید معامله ونه شي. یعنی امریکا واقعا ځان پاتې ګڼي، ځان یعنی ضعیفه ګڼي چې ویې نشو کړی د دې مخه ونیسي که څنګه؟ والله زما په عقیده که امریکا ځان پاتې نه ګڼي، اول خپله امریکا کې نن سبا دغه تبلیغات کېږي چې د اوباما حکومت په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې پاتې راغلی. د هغوی مخالف ګوند چې د جمهور خوام د دې په خلاف باندې دغه کمپین مخکې وړي، حتی دا چې دا کتابونه هغه وزیر دفاع چاپ کړل، دا ټول د دې په خاطر باندې دي چې د اوباما حکومت ضیپه وښیي چې په نړیوالو پیښو کې ضیپه راغلی ناکام راغلی دی او جمهور خوام غواړي د دغه موقف نه استفاده وکړي چې خپل موقف په راتلونکي انتخاباتو په اړه په خپل ملت یې پیاوړی او قوي کړي. نو تر اوسه که امریکا مني که نه مني، خود دنیا خدا ثابت شوله چې تر اوسه امریکا ونه توانېدله چې په جګړه باندې دا مسله حل کړي او په افغانستان کې سوله راولي. نو که فرضاً سوله راغلې وی لکه تا چې ویلې دا د تېرې ورځې پیښه، نن خبر شوی یم خو لا دقیق یو تلیفون کې چا راته وویل جلال آباد بېګا پیښه شوې، بم شوی درې نفره مړه دي او کوم کس زخمي دی. سهار بیا هلته زموږ کور دی، موږ کور خوا کې نږدې بل غش بم چاودلې خو ښه دی په هغې کې څوک ډېر وادي واسکر ډېر عادي زخمي شوی تو یعنې دا بېګا دوه بمونه جلال آباد کې ممکن افغانستان په نورو سیمو کې هم دغسې حملې شوي وي. خو د دغه حملو کېدل معنا دا دی چې تر اوسه پورې نه د افغانستان امنیتي قواوې او نه نړیواله ټولنه په دې نه ده قانع شوې چې تروریستانو ځان له منځه ویسي او لاقل هغوی له دومره ضربه ورکړي چې د دغه حملو د حملې نورې ونه کړلی شي. دا یوه ثابته خبره ده چې تر اوسه پورې دې کې دا دنیا پاتې راغلې. نو چې په جنګ کې پاتې راغلې ده بیا د لاره حل لاره ده، حل سیاسی حل لاره ده. یعنی کولای شي د دغه تخریباتو چې افغانانو ته ډېر زیان رسېږي مخه یې ونیسي خو نه غواړي امریکا؟ نه، داسې ویو چې کولای شي، نه داسې ویو چې فشار قوي فشار واچوي او د یو درست یو قوي سیاسي فشار امریکا واچوي په هغه هېوادونو چې طالبان حمایه کوي او یو د افغانستان د حکومت له خوا نه یو معقول د سیاسي حل طرحه او پروګرام وړاندې شي چې په هغې کې غیر طالبان حقوق لکه مخکې چې ما ویم په نظر کې نیول شوی وي. که دا دواړه طرحې سره نږدې شي، البته په څنګ کې درېیم شی چې موږ ورزرته لرو هغه زموږ د امنیتي قواو قوي کېدل، یعنې په دې سیمه کې د یو نظامي موازنې ایجاد.
ترڅو نظامی موازنه چې ایجاد نشي نه پاکستان د موږ نه سترګسیږي او نه د ایران د موږ نه سترګسیږي او دا به کوشش کوي چې افغانستان په کورونو چارو کې مداخله وکړي نه مداخله نه بلکې خپل حق یې ګري ډېر افغانان نونه ما اورېدلي دي چې پاکستان موږ ته وي دا زموږ حق دی موږ په افغانستان د جهاد په وخت کې سپورټ کړی و دا زموږ حق دی چې هلته چې نظام جوړېږي به زموږ په خوښه جوړ شي دا د خپل حق ګڼي معنا دا چې او که افغانستان دغه بېرته نظامي موازنه منځ ته راشي خو دا خبره پاکستان د زیاشاه په وخت کې نه شوه کولی دا خبرې داود خان په وخت کې حتی د لاترجي په وخت کې دا خبره نه شوه کولی دا خبرې نه شوه کولی کومې خبرې چې دا نن سبا د دوی د خولې نه یا په مستقیم یا دا د خپله د نواز شریف مشاور سره تجاجز وي چې موږ غوښته چې زموږ پخوانی سیاست دا و چې افغانستان د پنځه مصوبه وي تا خو دوی وي دوی خپله مسؤول سړي دا خبره وکړه خو که دلته موږ نظامي موازنه ولرو او پاکستان په دې پوه شي چې که یو څه پر افغانستان وایم نو یو څه پر عمان ویلی شي بیا په هغه صورت کې پاکستان به زموږ په کورونو چارو کې مداخله نه کوي او افغانستان به د یو مستقل هیواد په رسمیت وپېژني او زموږ د استقلال او د ملي حاکمیت به احترام وکړي مننه آقای منیر یک نقطه دیگر هم اشاره میکنم در افغانستان حوادث میشه در وزیرک برخان افغانستان که کنیم 100 متر یا 100 متر با هر ریاست جمهوری فرق یعنی فاصله داره اما حکیم الله محسود وقتی حرکت میکنه موترش نشانی میشه با راکت زده میشه امریکا نمیتونه این مشکلاتی که در افغانستان از رویش بگیره یا نه ببینین بس اوضاع فعلی افغانستان با چند مسئله ارتباط میگیرد مسئله اول تا یک سال است که دولت افغانستان و دولت امریکا مصروف چانه‌زنی بر یک دیگر هستند یک مسئله مسئله دوم عبارت از شما وقت تمام رویدادها یک سال بخوانین فشار علیه فشار متوجه میشین در روابط افغانستان تحمل عنصر فشار کاملا سایه افغانده مسئله سوم عبارت از بی‌اعتمادی بر بی‌اعتمادی یعنی هم دولت افغانستان در برابر راهکار و رهبرد امریکا بی‌اعتماد است و هم دولت امریکا در برابر آنچی که افغانها یا یک پروسیجر به نام حکومت دولت داره بی‌اعتماد است اینمی سه عنصر باعث ازی شده که عناصر که مصروف کارزار عملات انتحاری هستن با قوت پیش بیان یک چیز فراموش نکنین که اوباما اخیراً بعد از نشر کتاب گیتس گفت که ما برآورد خود در افغانستان باور داریم اعتماد داریم و این برآورد تا باخر ادامه میدیم و بالاخره در یکی از تلویزیون های امریکا گیتس با مو گردن تکلیف مریضی هم که داشت حاضر شد و از اوباما از نقش مثبتش دفاع کرد و از آقای بوش هم در عراق دفاع کرد حال آنچه که امروز میگذره که شما مثالش در وزیر اکبر خان دادین هی است که طوری که دیده میشه در حقب پرده دستان مصروف یک سلسله کارزار نظامی انتحار انفجار و حملات انتحاری هستند که میخوان انتخابات افغانستان به چالش بکشونن ای یکی از گپای بسیار حساس و عمده هست ما امروز همه و شاید افراد هم در دولت افراد هم در حکومت خواسته هم که امی سند دفاعی امنیتی را من عیس یکی از عناصر عمده و کلیدی پیش بکشن و مؤلفه انتخابات که اساسی ترین و عیاتی ترین و مبرم ترین جریان یا پروسیس که یا ما را واقعا به سوی یک تحول جدید و صفحه جدید ببره یا واقعا ما را به حقیب مندازه یعنی این مشکلات روابط داره یا ارتباط داره با مبارزات انتخاباتی یا نه با انتخابات نه ما باور مهی است که اساسا امی جریان انتخابات از لعب مردم امو تحرکات و حرکات و بیداری و شیاری مردم هم میخواین با اینمی گپا تحت تاثیر قرار بدن یک مسئله مسئله دیگه ای است که شما فراموش نکنین که در اوضاع فعلی افغانستان ما نه در اپوزیسیون نه تا حال متاسفانه کسایی که کاندید ریاست جمهوری هستند نه دولت افغانستان هیچ وقت اتفاق نظر و وفاق ملی به اساس یک نسخه صلح با وجود نامده
هر کس طرز امو دید خود به بیان میگیره، در حالی که یک مسئله بسیار ملی و حیاتی است. اینجا لازم است که اینمی کاندیدان، امی مخبگان، امی اساتید کادری و تحقیقاتی و پژوهشی دور هم بشینن به نام افغان و به نام افغانستان نسخه را داشته باشه، چنانچه آنچه که شیرزاد صاحب گفت که باید دولت افغانستان هم از نظر عقلانیت سیاسی خطوط را برای صلح باید داشته باشه، که ما در یک صلح سرگردان روان هستیم. ما از افراد و اشخاص را که در کابل جمع کردیم، یا افراد یا اشخاص را که در دوبی ملاقات میکنیم، یا افراد اشخاص را که خارج از دوبی در دیگر کشورها ملاقات میکنیم، یا اعتقاد داریم که باید یک دفتر در عربستان سعودی ایجاد شود، همه ازی عدسیات است. یعنی نمی یک پالیسی کامل ملی نیست که ما را ببره به سوی یک صلحی که در سر میز حرفای برای گفتن دقیق داشته باشیم. و از جانب دیگه یک شورای به نام صلح طویل و حریز داریم که بجز از ماش دیگه چیزی نمیگیرن. این مسائل سبب از این شده که صلح افغانستان بسیار پیچیده شد. آنچه که باید دو نقطه رو من اشاره میکنم، به اعتمادی و چانه‌زنی و انتخابات، این سه مشکل را که شما اشاره کردین که باعث این مشکلات در افغانستان شده، اگه این حل شوه به نظر شما مشکلات خاتمه پیدا میکنه؟ در واقع اگر همین چانه‌زنی، همین فشار و انسجام تعامل روابط افغانستان با یک سوپرقدرت بزرگ جهان که امریکاست و به تعقیب از این انسجام تعامل با ناتو و انسجام تعامل با حضور نیروهای آیساف و با 55 کشور اگر این اکمال شود و به پایان برسه این جنگ روانی و این جنگ عصبی، واضح است که ما دیگه بجز از کلید صلح دیگه چیزی برای رفتن نداریم. برای رفتن ما تنها صلح باقی میماند. حالا ما مشکل داریم که در هر چیز صدرای ما چانه‌زنی، فشار و یک سند قرار گرفته با یک ضخامت بلندی که امر به تشویش انداخته. به این خاطر ما به این عقیده استم اگر این مسائل حل گردد و ما با یک تحمل معقول در یک عقلانیت سیاسی که منافع ملی خود واضح است که ما با هر کسی که سند امضا میکنیم منافع از او هم وجود داره، منافع ملی خود منعیسه یکی از شخصیت های سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی با موقعیت بلند که ما در منطقه داریم، این شخصیت را بدست بیاریم و شخصیت سیاسی ملی خود حفظ کنیم، زمینه برای صلح چی میشه؟ مساعد میشه. و دیگر طالبان و نیروهای مسلح مخالف هم احساس میکنن که وقتی جامعه جهانی با افغانستان همبستگی دارن، متحد هستن، روند کارزار عملات انتحاری، تخاصمات و کارزار جنگ در افغانستان رنگ خودم میبازن. تشکر. که حالا شیرزاد دو تا کت از اشاره کومه، هغه دا چې په یکه توت کې چې کومه پیښه وشوه چې بالاخره هغې مور چې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړ شي، یویشت ورځې د واده تیرېدې، دغه کارونه چې افغان حکومت کوي، د دې تر څنګ دغه غندنې چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان منشي او همداراز امریکا یې غندي، غندل کولی شي هو قربانیانو ته د زړه تسلبي چې خپل زوی او خپل اولادونه له لاسه ورکړي که څنګه؟ بس دی چې نه، زما په عقیده باندې صرف البته دا ډېر کم تاثیر غورځي، او یو چا چې خپل دا ډېره سخته خبره ده، موږ خپله د فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي، ډېر دردونکي ده، هغه شی د هغې زیان نشي ډکولی. ما ډېر خپلې دوش کلن ورور روسانو سره په جګړه کې شهید شوی، غندل نه چې کچار ته ډېر څومره کړي وې، خو ما هېڅکله زما د زړه هغه تسل نه پکې درو. خو بیا هم د افغانستان حکومت لږ په کلکه صرف غندل نه، په کلکه د دې خلکو پوښتنه کول، د دې خلکو
تایو روحیا ورکول یو کومک وسره کول یو رواني لحاظ باندې پر فامیلونو تاثیر کوي چې فکر کوي چې ولا کزماز یو قربان شوی دی خدا قربانی ملت خپل قربانی کړي دا تاثیر ورځي ور باندې خپل ټیک ته هم اشاره کوم یوازې دا غندل دا مرګ دغه پرونه دی واځي اکبر خان په خمل ته تم کله کا وغندل خو زما پکې دا باندې دا غندل کافی نه دی دا دوی ته دا ثابت دی چې دا خلک چا سپورټ کړل دې ته چا د امکانات برابر کړل چا ورته وسره وکړل چا دې یا دې وزیرستان یا دې ممندونه یا دې خیبر جنسینه چا دې کابل ته راوستل شول ولې هماغه اساسي کومه کوونکو باندې د ملګري ملتونه یو اساسي فشار نه اچوي زما په فکر باندې که رښتیا جهان تسلیم ونه سي چې دغه هېواد یا دغه هېواد تروس هېواد دی یا تورستان حمایه کوي افغانستان استقلال دنیا پر رسمیت پیژندلې که چېرته زموږ ګاونډي زموږ استقلال پر رسمیت پیژندلې وي هېڅکله به زموږ په ضد دغه سې کارونه نه کول خو معنا دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان استقلال نه پاکستان پر رسمیت پیژندلې دی او نه ایران پر رسمیت پیژندلې دی او دوی بارها بارها ویلي ایران پاکستان هڅه کړې ده چې افغانستان د جغرافي او په توګه استعمال کړلی شي او د منځنۍ اسیا په وړاندې د تختې د خیز وي د پاکستان دپاره او ایرانیانو رسمي خلکو ویلي دي چې پاکستانیان پخوا په مخکنۍ جګړو کې چې پاکستان دومره سپین سترګیتوب کوي چې زمونږ په جغرافي زمونږ په هغه سیمو کې نفوذي ساحو کې خپل عمال داخلوي یعنی افغانستان خپل نفوذي ساحې بللی دي ما ورسره لانجې هم راغلي دي یعنی عرض مې دا دی چې دغه هېوادونه چې افغانستان استقلال په رسمیت نه پېژني او د افغانستان په ضد تخریباتو کې لاس لري نړۍ کولی شي چې د دې په وړاندې باندې یو اساسي او جدي موقف ونیسي نو یوازې غندلو باندې مسله نه حلېږي غندل خو د چا مخه نه شي نیولی خو په دې پوه شي چې اوس نړۍ زما په ضد باندې فرضاً یو سیاسي اقدام کوي سیاسي اقدام معنی ده چې خپل نمایندګان ور د منفیت وغواړي نو بیا هغه هېواد په ځان پوهېږي چې والا اوس په نړۍ کې تجربېږم باید په هغه لار لاړ شم څه چې د سیمې تقاضا ده څه چې د افغانستان د خلکو تقاضا ده څه چې د پاکستان او ایران د خلکو ته غوښتنې دي او څه چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي بیا مجبور هغې سیاستونو سره ځان جوړ کړي او ځان بدلوي مننه مننه آقای منیر اردیابی شما را میخوایم داشته باشم ارگان های امنیتی ما در رأسش که کسی از اشاره میکنه میگه این حادثات در امریکا و در روسیه هم صورت میگیره در اونجا پلانسازهایش باید به اعدام هم میشه به نظر شما تا حالی 11 سال ما همیشه همی حادثات داریم یکیش به اعمال سزایش رسیده در این شکل نیست که در جانی که ما زندگی میکنیم خطر پوشش تروریستی در کل جهان محسوس است ولی ما کشور هستیم که مجموع عملات تروریستی، انتحاری، انفجارها و انتحارها به اساس یک پلان تدوین شده جنگ استخباراتی، جنگ نیابتی و جنگی که ما را از حرکت بندازه ما به دموکراسی نرسیم، دموکراسی نوپای افغانستان مراحل تکمیلی خود به اکمال نرسانه ما بعد از 13 سال داخل یک دوره جدید تحول نشیم ما به یک ساختمان افغانستان نوین نرسیم مردم افغانستان نتوانند توسط رأی خود نتوسط مقابله ها توسط جرامت ها توسط سازش های پشت پرده رئیس جمهور خود تعیین کند تقلب و مسائل دیگه در انتخابات این چیزی که در افغانستان میگذرد کاملا جدا از مسائل کشورهای دیگه هست که گاگا رخ میدهد ما خب 13 سال است که به نام انتحار به نام عمل انتحاری به نام طالب به نام القاعده به نام شبکه اقانی کودک خود، پیر خود، جوان خود و تعداد خود البته شامل خارجیان بودن امی حادثه وزیر اکبر خان بهترین شخصیت های خارجی که از بین رفتک این معنای از این نمیده که در واقع مسئولان بلندپایی امنیتی ما ادعا کنند که تا حوادث هر جایی رخ میده این خط ما با خط دیگر کشورها جدا است. اما آنچی که مشخص است و معین است و روشن است این است که ما از نظر کشف بنابر
امو تجهیزات و تکنولوژی و همو آگاهی کلانی که باید داشته باشیم عقب ماندیم. یک انتحاری اینطور نیست که در افغانستان از شهر کابل بر بخیزه، وازیست که از وزیرستان یا از دیگر نقاط سرحدی پاکستان پیش از پیش مضمون میگیره، تشخیص میگیره، پروژه سازی میکنه، از خاک پاکستان داخل خاک افغانستان یا از راه شرق میشه یا از راه جنوب میشه، روزهایی را در ولایات افغانستان در خانه های افغان ها سپری میکند با گروپ ها، بالاخره به کابل میرسد. قبل از اینکه حمل انتحاری خود در کابل انجام بدهد، ساحه را مورد دقت مهندسی انتحاری قرار میدهد، تشخیص میدهد و ارتباطات واضح که وجود دارد. معنای از این ندارد که ما احساس کنیم که نه این آلت هر جای رخ بده و در افغانستان هم باید رخ بده. یک نکته دیگه هم اگه اشاره داشته باشین، حرکت های حکومت افغانستان و سیاست های باعث از این مشکلات نشده یا نه؟ واسه ما در یک حالت سردرگمی از نظر بود کارزار حکومتی و دولتی بسر میبریم. شما هیچ وقت نمیبینین که دو نفر از اعضای حکومت یک قسم صحبت کنن، یک قسم طرح بدن، یک قسم برداشت و استنتاج از اوضاع و رویدادها داشته باشن. اما یک چیز فراموش نکنیم که ما باید به نیروهای امنیتی، به جوانها و به اشخاصی که در خط امنیتی، چی پلیس ملی است، چی اردوی ملی است، چی امنیت ملی است، از نظر مورال، از نظر فداکاری، از نظر قربانی و از نظر یک افغان با شجاعت و دلیری برخورد میکند. ولی در افغانستان پیچیدگی جنگ استخباراتی و جنگ نیابتی و جنگ کلان که در افغانستان خریتش انداخته شده بسیار ساعتش بلند است و ما باید در سطوح مسئولیت‌های امنیتی خود اشخاص فهیم، اشخاص مسلکی، اشخاص بسیار قوت فکری را در امنیت ملی، در وزارت داخله، در امور رده‌های وزارت دفاع ملی داشته باشیم. و شورای امنیت ملی افغانستان باید بسیار بیدار، بسیار اکتیو، بسیار اپراتیفی با نظرداشت شرایط برخورد کند که ما متاسفانه فاقدش هستیم. ممنون نتا درنو ملمنو کاغلی ستانگل شهرزاد، کاغلی سخی منیر. دا واز زمو خبرونه تر بل خبرونه چیز بیا صدرانه حضور تاسو ته زریګم تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم. الله مو ملچ.